خدا جون چشم برامیم منتظریم والا آره والا به خدا میشه آیا که از این خونه بریم والا آره والا به خدا راضی از زندگی و سرخوش و خوشحالیم هممون دختر دمبختی ره بی سالی خوش و خوشحالیم ره بی سالی اگه هر قسمت من که شب تا صبح رخت بدوزم یا بشینم سر هم صبح تا غروب دست بشورم یا که جارو بکشیم تو هبنگوش بکوبیم یا که سبزی پا کنیم با توی زندگی ما چیزی ما کم نداریم دیگه ما غم نداریم زندگی رو دوست داریم قربونت ای خدا جون چشم بد از ما دور چشم حسد بشه کور یقین دارم آخر کار همه میشه جور خدا به خود امسال خواستگار میکوبه در حیاتو با پول میبنده دهنی بابا تو سالی دیگه تو خونه ی شوهر هستی یه بچه توی بغل مادر هستی سالی دیگه تو خونه ی شوهر هستی یه بچه توی بغل مادر هستی الهی که قربونت برم الهی تصدقت بشم والا وای بسته دیگه سرمون برده مگه ننت مرده رجب جون عشق لیلا منو دیوانه کرده خب برو دیوانه خونه آخ که بیچارم کرده خب برو بیچاره خونه چی کار کنم تو میگه چی کار کنم چمچاره الان یه ساعتی که از دور گذشته روز بزرگی دارن نصف روز کچکره میخوره تو هنوز میگه چی کار کنم خب معلومه دیگه باید بریم قهوه خونه کنه دیگه هم گوشت رو بکنیم قربون دست پختت برم دای رمزو ببر بابا قربون شما ببر ما یادو ماشالله خدا دیدم من وحش تماشایی زیبام شده ای ماه من آفت جام فتنه دل ها شده ای تو پری بنده تر از ماهی و من میدانم ایدون بی سبب نیست که این گونه پری با امانواده
لب گلگونم مایه گرمی آوازم غزل ها شده ای آقا جون دایی لمه جون بله بیا اومدم اومدی لیله جون بیا بده من زم مادرم گفت وقتی خواستی بیای خونه یه خورده میوه بگیر بیا رجب لیلا از اون ریشای سفیدش خجالت نمیکشه زلید مرده حتما منیر منه باشه الان میره باشه عبیزه قربونت بیرم راجب منم با لیلا حرف بزنی آمهی میرزاره ببین چجوری به دختر خیره شده آره آبا چکیرش را افتاده من نمیدونم این کبیری با این سن و سالش از من چی میخواد بابا محل نزا سلام حال خوبه بر نیستم تو چجوری منم بد نیستم با مادرت حرف زدی؟ آره حرف زدم اون گفت من حرفی ندارم تو زن رجب بشی خوب دیگه کار تمومه اما مادرم گفت رجب باید اول یه تیکه گلیم و چند تیکه اساس خونه درست کنه اون وقت ای بابا مادر تو چی توقعی بی جایی داره لابا فردا میگه من خونه در بعد تو یه اتومبیل هم برای بخرم نه رجب جون مادر من همچین انتظاری نداره خودت فکر کن ببین آخه رو زمین خالی که نمیتونیم زندگی بکنیم راست میگی ای خدای بی پولا چطور میشد که از اون خزانه غیبت یه هزار تومن به من میدادی تا من با اون ایشونم عریضی کنه من حتی هزار تومن پول خواستم تو مستفاده جون به من میدی بابا اومد اومدم بیا دختر بابا جون یادت نره خدا خدا به همراه برو بابا دیزی یخ چه دوشم با دختره هم میزدم آن خوب لیلا جون منو دیدی آره دیدم اش تو بمیدی راجب من باش آره آره خیلی دیدم قربونت بیرم رجب جون بگیرم تو بگوی خودی سبزی خوردم بیاری مشرم زون تایرم زون قربونت برم دوست دارم چاکرتم یه خورد سبزی خوردم باستناب یا قربون اون هیکل شاخشیم شده ناجز من یه ساعت منتظر تو شدم دیزی رو نخوردم اما تو ندونست دو دقیقه خیلی که تو نگه داری من که دیزی نخوردم مرد شروشی کم گنده تو ببره اکبر آقا راست میگم آمیرزا خاطرخواهی لیلا دختر دایی رمزونه والا ما یه چیزایی شنیدیم یه دفعه رفته خواستگاری جواب رد بشه خوبه با این سن و سال خجالت هم نمیکشه لیلا جایی نوشه قربونی دهده تو بود دایی جون حال احوال ما رو نمیپرسی من همیشه جویای سلامتی شما هستم قربون تو میخواستم امروز بیام خونتون بیشینیم با هم دیگه خورده حرف بزنیم آره من هم میخواستم بیام خونتون کوفته چیزی بخورم آمیرزا که نداشت با یه لقمه غذا بخوریم تشریف بیاری قدمتون روی چشم اگه بخوام همینجا میتونیم صحبت کنیم ای بابا هر موقع که اومدیم اینجا ماشاءالله اینقدر سرت شلوغ بود که نتونستم یه روز که تو رو نمیبینم اون روز به من هزار سال میگذره به منم همینطور عزیزم دیروز کجا بودی؟ من دیروز تو کارخونه بودم همه این تراشم اینه که زندگیمو سر و سامانی بدم و دست تو بگیرم تو رو ببرم پیش خودم لیلا خیلی دوست دارم خیلی چی عزیزم چرا ناراحتی؟ هیچی فکر میکنم اگه یه وقت اتفاق بیفته و نتونم تو رو ببینم از قصه میمیرم چه اتفاقی؟ هیچ قدرتی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه من نمیدونم چرا اینقدر دلم شور میزنی احمد اگه بند از بندم جدا کنن اگه شکنجم بدن اگه بمیرم غیر ممکنه من زن کس دیگه ای بشم لیلا من فکر میکنم تو چیزی رو از من پنهون میکنی واضح حرف بزن الان که رفتم پلوی دیدم باز اون پیر مرده اونجا بود همونی که میگفتی؟ آره همون اونجا بود خب باشه آخه میترسم اینقدر وسوسه کنه تا بابا مینو رو اقفال کنی یه وقت میبینی بدون اینکه ما متوجه بشیم و بفهمیم کار از کار میگذاریم لیلا هر طور شده با هر وضع ناراحتی که شده باید بسازیم هر اتفاقی هم که برات افتاد به من خبر خیلی خوب احمد این دستگاهی رو که من برای کارخونه اختراع کردم بیشتر از اونی که روش فکر میکردم برای من موفقیت و ثروت به همراه داره اون تا دو سه ماه دیگه باید صبر کنی اون وقت وضع من روشن میشه و از این زندگی نجات پیدا میکنی
هر چی که تو بخوای، هر چی که تو بگی احمد، همون کارو میکنی. فردا بازم میبینمت. لیلا، آه مادرم اومد. لیلا اونجا چی کار میکنی؟ هیچی، نزدیک بود غذاها بریزه، داشتم درستش میکردم. لیلا بابا جون برو در بابا. چشم بابا. چه خبرت دارم میام دیگه. دلم قلی ویلی میره، گمونم دختره منو میخواد. آره تو بمیری بازم نمیره. چی کار میکنی باید دقیقا در ندن؟ در مردم شکوندی، ببین اینجوری در میدنم. سلام عرض میکنم لیلا خانم، حال شما خوبه؟ مگه تو دکتری؟ نه دام پزشک ایشون. با کی کار داری؟ دایی رمزون خونه است؟ بله. بریم تو. تو چی رو بریم تو؟ کجا داری میری؟ همینطوری سر تو انداختی باید میری تو خونه من تو؟ اول باید من برم. تو بری، قبرستون بری. بابا ما با دایی رمزون این حرفا رو نداریم. خودمونی هستیم. آره خوش آمدی. سلام دایی رمزون، التماس دعا داریم. ایشالله که زیارت کربلا بری. من شب و روز دعا میکنم که به مراد دلت برسی. تو هم سر نماز منو دعا کن که منم به مراد دلم برسم. پدر زن آینده عزیزم. بله بله، نفهمیدم چطور شد؟ چه خبر خوش بعده؟ شما هم اینجایین؟ سلام عرض میکنم بطل خانم. بفرمایین تو. چی رو بفرمایین تو؟ اصلا اینا واسه چی اومدن اینجا؟ زن آخه بجه بدن جو واسه دریا جلو در همسایی که نمیشه حرف زن. اگه ما از کسی خورده برده داریم؟ لاباد آقا تشریف آوردن شر برای اون دفعه رو تکرار کنن، از لیلا خواستگاری کنن. بله؟ خب بله دیگه، مگه من چمه؟ آخه پیر مرد فکستنی، از اون موهای سفیدت خجالت نمیکشی؟ دیگه پتلبه گوره رنگش میکنه. آخی زم بش کن، هرچی باشه اینا مهمون من، مهمون حبیب خدا. این حرفا رو واسه من نزن، من جنازه ای لیلا رو نمیذارم رو کوله این. آخی تو چقدر سنگدل و بیرحمی، وقتی دایی رمزون حرفی نداره من دومادش بشم. شما هم رضایت بدین دیگه. آره راست میگه، من غلط کردم، به گور پدرم خندیدم، حالا بهتون احترام گذاشتم، گفتم به فرمایی تو روتون رو زیاد میکنین. بابا ناراحت نشین، تو حیات که نمیشه حرف زد. بله بفرماییم بریم تو، منزل خودتونه. بدون خانم نهار چی داری؟ کفت. اخ جون کفتی داری، کفتی، گشبونی کفتی. بگی لیلا درد نکنی. لیلا جون قربونه اون قدت خیره. خبش آکله. بایی با چش در اومده، چقدر پروه داره دختره رو میخوره. چی شده؟ بدون خانم بابا تو رو خدا ما رو اذیت نکنین، یه کلمه بگین آره و جون ما رو خلاص کنین. آره چه پروه بالایی. بابا برو بره بیرون دام شد. آخه من عاشقم، عاشق آش باخته هم. تا هم که همش فکر شیکم کار خوردت با بابا زنده با تو عاشق شدی کدک شو عدم درم من میکنم. آقا من چیکار کردم که این وطن مثل گوشت کوبیدم میکنم؟ تو هم بیکاری عاشق شدی، برو دیگه. باز که باستانی که الهی که به درد من گرفتار شی تا بفهمی که من چه میکشم. آه خدا خودت منو درد به همین خودی. امیرجا جون تو بمیری داد مستجاب شد، آب روشناییه. بابا جون مگه کوری؟ پایین رو نگاه کن، اون وقت برید. حالا این آب بود یا نجستی؟ امیرجا جون بیا بریم، خدا از ما برگشته. اگه یه دقیقه دیگه واسی با از آسمون سنگ میبونه رو سرمون، بی بریم بریم. دنیا تنها شدن من،
رجب جون، من از گسی لیلا نمیتونم تو این شهر بمونم. بیا سر بذاریم به کوه بیابون، بریم ببینیم سرنوشتمون چی میشه، بریم یه شهر دیگه، بلکه کاربارمون بهتر بشه. آخه آمیرزا جون، اگه تو عاشق شدی و از زندگی سیر شدی و میخوای خودتو آلاخون بلاخون بکنی، من بدبخت چه گناهی کردم؟ جون خدا، جون و عشق لیلا، این 7-8 سال حقوقی که من ازت طلب کارم بهم بده، بده برم دنبال کار بدبختی، تو رو به خیر و ما رو به سلام. بهه، پارسال 14 تومن بهت دادم، بازم از من طلبکاری میکنی؟ نفهمیدم، پس این 4 ساله که میگفتی بلاد جمع میکنم تا همیشه تو با منیر را بندازم، قولم میدادی؟ الهی که خیر از جوونیت نبینی، من که شیرم و حلالت نمیکنم، من رفتم. رجب جون، من فکر نمی کردم که تو بعد از 20 سال، الان که از همیشه بدبختر و از همه جا رونده مونده تر شدم، منو تنها بذاری بری. آخه من بدون تو چی کار کنم؟ های 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 خدایا،
یه نظر لطفی به این بنده های ضعیفت بکن. در این دم آخری که داریم میمیرم اقلا منو نجات به دو آمیزده رو بیامرز. رجب، رجب، مثل اینکه صدای آب میاد. گو. تو چیزی میشتی؟ گو. گوشای کری تو واکن ببین. بابا آمیزده داری خواب ببینی، نفس آخری رو میکشی و داری عزیون میگی. مثل اینکه یه چیزی ها خوشو بریم به نظرم صدا از اون طرف تپه. آمیزا نکنه سلام باشه. سب کنه اول من بخورم تو تمومش میکنی. نه تو میدارم. در اون برمونده لعنت بریادی مرده من پشت منم هست کردم. آمیزا تو اون طرف علف داری دبا کنم آبادی باشی. علف داری؟ اون طرف ها بزن با آب. دست تو به من بده. شنو بلدی؟ آبه آبه من افر شنو کردم سرابه. اما نه حالا ببینم تو آبه نسیدی. های من افر شنو کردم مردم از بس کنگوزی دارم میترکم. حالا شکم سامردم اونه چیکار کنیم؟ من که از گشنگی دارم نفله میشم. آمیزا آمیزا جون میگم که کاش که تو گاب بودی و منم گوشتاره. اون وقت یه شکم سیر میتونستیم این علفا بخوریم. حالا که نشدیم چه کار کنیم؟ آمیزا فهمیدم. چیزی رو فهمیدی؟ ماهی میخوری؟ بله داشتیم. حالا شوخیت گرفته نکنه زده به سرت. الانه بهت میدم. برمیخوری؟ الان بهت میگم بذار اینو درست پیش بکنم. الانه حسابی سیره میکنم. گلاهی با امید تو دل خوشی داری بابا. امیجا پاشو پاشو یه ماهی گرفتم. دیون من راست میگی. امیجا عوض ماهی یه لنگه کم چه گونه گرفتم. فعلا پاشو اینو بخور تو ماهی بگیرم. برو بابا خودتو مسخره کن. اوه جون این دفعه دیگه گرفتم. گرفتم باشه جانو خدا نگاه کن ببین چه ماهی گنده ایه. بل کن بابا ماهی رو درست کن. انگوشتر به چه درد میخوره؟ من از گشنگی مردم. بیبی آمیزا چه انگوشتر قشنگ بیگو بذار ببینم چه زب کثیفی. مثل اینکه یه چیز روش نوشته. نکنه این نوشته نشونی یا رمز گنج چیز باشه. راست میگه آمیرزا شاید خدا دلش به حالمون سوخته خواسته پولدارمون بکنه. سب کن ببینم روش نوشته. خب خب خب
من غلام شما هستم. چی؟ وای! 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 برادر جون! بور! بور! الان ما رو مورد کنه! بذار من برات کنم! من رو یه دفت بایر کن! وای! تکلیم شما دیدم! من رفتم! جلو خوردن بگیر! خونام جا! برار کردم! جلو شده گیر! عشق لیلا پاک دیوونش کردی! حالا چجوری بگیرم ببرمش دیوونه خونه؟ وای آخیش از دست اون گول بیابونی راحت شدم الحمدلله خدایا شکرت اینا چیه مرزا از من نترس از کلا نترس چی رو نترسم دارم میلرزم بیدار ای خدا جون این چی بود دیگه چه گیری افتادم آمیرزا وای وای لیلا تو اینجا چه کار میکنی اومدم پیش تو اخ لیلا جون تو فرشته ای بالاخره فهمیدی که من تو رو از همه عالم بیشتر دوست دارم میبینی که به خاطر تو به چه روزی افتادم لیلا بیا عزیزم تو احتیاج به استراحت داری اوه عزیزم تو چقدر خوبی من از اول میدونستم که تو هم منو دوست داری پدر و مادرت بی خود با ما مخالفت میکردن لب و رست کن بیاد ببینم ای خدا جون به دادم برس ای رجب جون بودا نجاتم بده این دیگه چه لیلایی بود خوش کن چی رو خوش کنم بول بیابونه بلم کن بلم از من نترس خوش کن چی بهت بگم من غلام تو هستم من غلام این انگشترم اختیار داری من خودم نوکرتم نوکر پدرتم کلفت مادرتم تو رو خدا دست از سر من بردار از جون من چی میخوای درست به حرفای من گوش کنید صاحب من غلام این انگشتر هستم آخه تو چطوری غلام این انگشتری من یکی از غلامان حضرت سلیمان هستم سالها پیش به دست جادوگری اسیر شدم چون از دستورات غیر انسانی و ظالمانه اون سرپیچه کردم منو تلسم کرد و رمز آزادیمو روی این انگشتر حک کرد و به رودخونه انداخت انگشتر دست هر کسی که باشه من مجبورم غلام اون باشم اون حالا دست شماست هر امری که داشته باشین از جون و دل براتون انجام میدم تو رو خدا راست میگی؟ بله صاحب میتونین امتحان کنین بعد از اینم برای این که از من وحشتی نداشته باشین به همین اندازه معمولی در خدمتتون ظاهر میشم خب چی کار میتونی برام انجام بدی؟ هر کار و هر چیزی که بخواین در آن واحد براتون انجام میدم خب حالا من چی میخوام؟ من خیلی پیاده راه رفتم دیگه پاهم جون نداره اگه راست میگی یه اولاق واسه من حاضر کن ببینم ای وای خودت جون ای خوب من نوکرتم چاکرتم ای خودت جون رجب جون اولاق جون رجب جون اولاق جون اولاق قصد تو قربون اولاق جون رجب جون رجب رجب جون من دیدم تو نایمدی گشتم بوش دم تو رو خوردم الان میرم یه دونه دیگه واسه میگیرم لازم نیست نه خیلی تو پاک دیوونه شدی بیا گشت نگیرم من چیزی که نخوردم چی؟ نفهمیدم این اولاغه را از کجا دزدیدی؟ دزد خودتی؟ خیلی خوب بابا ندزدیدی از کجا کش رفتی؟ از کجا کش رفتم آقای قولی و اولاق آخرین سیستم برای شاگردم جور کن ببینه نه خیر اگه به دیوونگی چک داشتم حالا دیگه یقین پیدا کردم تو جادوگری یه بلابلای سر آمیزه آوردی و خودتو به شکل اون در آوردی آره؟ ای ناگلو مگه اون تو رو نمیبینه؟ نه خیر صاحب فقط کسی منو میبینه و صدای منو میشنوه که این انگشتر در دستش باشه ببین
این انگشتر که تو شکم ماهی پیدا کردیم یه غلام داره که از غلامان حضرت سلیمان بوده. غیر از منم که صاحب انگشترم هیچ کس اونو نمیبینه و صداشو نمیشنفه. حالا هر آرزویی که داشته باشی من بهش میگم برآورده میکنه. جوری من راست میگی؟ بربای خاک پدرات راست میگم. خب به حالا که اینطور رو اینقدر خرید میره بگو ما خیلی گوش نمونه. یه خورده کوفته موفته پلوم ملوم و چرد حاضر کنه ما بخوریم. آخه میدونی بعد شب وقت گوشته که یه شکمی از ادا در بیاریم. همین که این گفت حاضر کن. چی حاضر کنم؟ اونه هاشیش اونه هاشیش خونه بگیر خونه بگیر خونه بگیر خونه بردار بومیده. نفس افتادم از بس خوردم. من تو نهار هفت ما بخوردم. مگه تو هفت ماهه به دنیا آمدی؟ آره من نمیدونستی. فشار نده. از بس خوردم نمیتونم دیگه تکون بخورم. پاشو یه خورده آب بردی بیا من دستامو بشورم. عجب روی پیدا کردی. تو میخوای دستاتو بشوری من برم آب بیارم. آره بابا. بیار روی این دست. بونمکی ها. اما بونمکی شما قربون شما گفتنت برم من قربون برم بلور بلور قهوه ایه نه قربون برم این قربون مگونی کجا را خب حالا باید چی کنی هرچه که صاحب نه پچه شدش کجا رفت باریکلا آفرین ببینم آمیرزا با چه حرف میزنی به اون بگو بازم این کارا بکنه من خیلی خوشم اومد خیلی خوب خوب کمبو گفتی دیگه چه کارایی میتونی بکنی؟ صاحب غیر از سه چیز که از حریم قدرت من خارجه و نمیتونم انجام بدم هر چیز دیگه ای که بخواین براتون حاضر بگو ببینم اون سه چیز چیه؟ متاسفم الان نمیتونم بگم بعدان خودتون متوجه میشین اون کیه داری با این شهر بیدنی؟ همون گولت چرا من نمیدنم؟ خب مهم نیست میونه این همه چیزای خواستنی که تو دنیا هست آدم اون ستا رو میخواد چی کار کنه؟ امیدوارم که اینطور باشه پول که جز اون ستا نیست نه خیر سرور من هر قدر پول، طلا، الماس و مرد که بخواییم براتون در یک آن فراهم میکنم وای خدا جنم قربونت برم میبینی رتب ما بعد ازه میتونیم حساب پول دار بشیم خمبو بله قربان من میخوام ثروتمندترین مرد روی زمین بشم میخوام چنان مال و مکنتی داشته باشم که قارون زمان خودم بشم میتونم بشم؟ میخوام قارون بشم قارون ای خدا من خیلی بزنی هم خواهد من نفهمیدم کجا هستم ببخشید سلام قربون برم بسی دستتو موج کنم قربون بارو من کنم من تقصیر ندارم همه تقصیر این آمیزای لعنتیه اگه آمیزای لعنتی رو من گی آمیز دو توی بچه رو ریشان درشید الله اکبر جلال خونه گوش کنین رجب پیشکار منه هر دستوری که اون بده مثل دستور خود منه فهمیدی امیرزا چی؟ قارون بر جنجی رو بخور فهمیدی قارون چی گفت؟ بر جنجی رو بخور
دست من ماچکو خاک بستن هنه نش کلاتو درست کن یه جلو دست من ماچکو اینجا چرا کفیشه نیام 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 خوری بریم بریم یه بیده گوش کنیم بکنیم گوش کنیم وای با حالا اون کسی که دست رو آده من در پیچی بکنه ببینید برای با دست منو بچکن به تو نمیگه با تو هر کنیم دلیم بخواد بکن برون فهمی جون دایی رمزون حالا دیگه واسه خودم یک کاره ای شدم دستم به دهنم میرسه اینی که حالا به خودم این جرأت رو دادم که بیام خدمت شما و بتول خانوم ببینم اگه اجازه بدین مادرم رو برای خواستگاری لیلا خانوم بیارم حضورتون باشه پسرم مادرتو بیار با امید خدا کارو تموم میکنی شما هم اجازه میدین بتول خانوم بله پسرم ما لیلا رو به کی شوهر بدیم بهتر از تو ماشاءالله الان واسه خودت کسی هستی مخصوصا که من و مادرت هم با هم سری از هم سوایی ما افتخار میکنیم داماد نجیب و سربراهی مثل تو داشته باشیم کی از تو بهتر؟ کی از تو لایقتر؟ ما هر چی زودتر منتظر مادر متشکرم پس من دیگه با عزتون مرخص میشم خداحافظ برمسی خدا بهم نه خواهش میکنم زحمت نکشید به سلامت خوش اومد از قول من به مادر سلام برس قربان جنوبالو تخت تبارک میشین خیالتونم آسوده باشید قربان ما به دستور شما کلیه هدایایی رو که فرموده بودید فراهم کردیم بقیه هدایا هم در طبقه ها چیده شده و توی حیات منتظر عوامل آمیزی های بزرگ قارون قارون اونا رو به خونه دایی رمزون ببرید زود باش بگو راه بیفتن بله قربان این هدایا رو به دایی رمزون رو دلش بدین و لیلا دختر اونا رو برای ولی نعمتمون آمیزی های بزرگ قارون لیلا رو برای ولی نعمتمون جناب قارون خواستگاری کنیم فهمیدی یا را بیافتیم دود باشین به جنبی جلا بده من بوده قربونت برم اینا رو بگیر ببر منم میام اونجا یه کارایی دارم برو ببخشید منزل دایی رمزون اینجا؟ بله الان میگم بیا اینا رو واسه دایی رمزون آوردن؟ نه بابا من آدرس عوضی اومدم خوش به حال صاحبش با کی کار داری؟ ما با دایی رمزون کار داریم بله بله اینجاست اشتباهی نیومدی؟ حتما با دایی رمزون کار داری؟ بله صاحب کن الان صداش میکنم رمزون چیه بابا چه خبره بیا ببین اینا کی هم که اومدن با تو کار دارن آره زود باش بجم دیگه اینا رو چرا دارم میارن تو خونه اینا چی آخه شدی هر چی دلت بخوام برام میخرم هتل موبی خونه در بعد همه چی میخوام یه کشی گنده مونده واسه بخرم هر روز ببرم تو دارنده رو گردش کنیم ماهی بگیریم بخوریم هر روز کوفته میخوریم آخه این همه پول از کجا آوردی سرکتره سرکتر یعنی کسی نباید بفهمه تو این لباس باید حرفای گنده مونده بزن آدم از وقتی که تو گم شدی اینقدر واسم خواستگار اومد اما من به هیچ کدومشو محل نداشتم اینایی که من قربونه برم منم به دخترهای خوشگل مشکل و لختی پختی خونه قارون اصلا محل نداشتم حالا میخوام یه کاری کنم که تونم بیارم پیش خودم برو به مادرت بگو خب پس من رفتم کجا؟ به همین جوجی داری میری؟ حالا علال حساب یه ماش به من بده شب عروسی پام چند بده نه نه ما میمیدم ما مخواد کنم ای دست ازم بیمیم یکی قرمتا
من مأموریت دارم این هدایه را از طرف قارون به شما بدم. دست شما در خیر. و با اجازتون دختر شما لیلا خانم برای ثروتمندتری مرد روی زمین خواستگاری کنم و از طرف اون از شما دعوت کنم که برای مذاکره به قصد قارون تشریف بیارید. قارون؟ سلام علیکم دایرم ازون، سلام علیکم بدون خانو، حال شما چطوره؟ بفرمی به قصد قارون خوش اومدی، بفرمی تو منو نمیشنسی؟ من رجبم دیگه، عاشق گفته رجب؟ بله اشتباه نمی کنی درست خوب شناختی، بفرمی تو، بفرمی خواهش میکنم، بفرمی بفرمید، این مسخره درست با توی؟ چشم قربان بفرمید تو، بفرمید با ایجوز بفرمید تو، بفرمید اینجا مال خودتونه، تحقیق نکنیم تا یکی خط یکی از دوازده قصر قومونه، قصرهای بزرگتر و مجللتر از اینا هم هستن که بعدن بهتون نگیم. رجب، تو اینجا چی کار میکنی؟ بلا حتما آمیرجا رو ول کرده، اومده پیش قانون رو کرده. خوب کردی رجب جون، اون مرتیکه بی سرپای دیوونه احمق خودش کی بود که تو نوکرش بود؟ صد تا مثل اون باید نوکر تو باشه. درستی بر حق با شما از امیدو که اصلا آدم نیست. عدیب از میکنم قربان، به قرون بزرگ تشریف فرما میشوم. بس سلام دایی رمزون خان، خیلی خوش اومدین. شما هم همینطور بطل خانم، بفرماییم بشینیم، من که گیر شدم، اصلا هیچ سر در نمیارم. منم مغزم از کار افتاده دیگه، چیزی نمونده که دیوونه بشم. رجب تو رو خدا بگو ببینم این قارون یا آمیرزای؟ آمیرزای قدیم پرتش کردیم بیرون و قارون حالا که میخواد دامادتون بشه. پس این همه پول و ثروت و قصر و تشکیلات از کجا آورد؟ وارد مقولات اصلا نشی. بچون غلط نکنم یه کاسه زیر بادیه هست، اما رجب نمیخواد به ما بروز بده. ما بذاری خیالتون راحت کنه، ما گنج پیدا نکنید. بله نکنه گنج قارون رو پیدا کردی. شاکر باشم بابا، لیره نگاه میکنن. شما به این کارا چی کار داری؟ فعلا که بخ بهتون رو کرده، دو دستی سفه چسبین و ملشم نکنید. مثل این که منو شناخت. بله جناب آمیجا، بله قارون بزرگ. خب من دیگه الان هم پول و ثروت دارم، هم شخصیت و مقام و هم جاه و جلال. میخوام بعد از این شماها را هم جزء اعضای خانواده خودم بکنم. شما تمام عمرتون رو زحمت کشیدین، باید بعد از این تو ناز و نعمت زندگی کنین. سلامت باشین. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنم. میخوام دستور بدم در بهترین نقطه شهر بزرگترین و شیکترین قهوه‌خونه ها رو برات درست کنم. قربون اون دهنتون بره. در ضمن یک منزل مجلل در بهترین محل خوش آب و هوای شهر براتون بسازم. دست شما درد نکنه، الهی خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. بتول خانوم و دایی رمزون، مادر زن و پدر زن آینده منو ببرین اونطور که باید و شاید سر وضعشون رو درست کنین. یالا جون باشی ببرین، یالا بدل کنین. خواهش میکنم بفرمایید، لطفا بفرمایید، خواهش میکنم. یالا جون باشی بدل کنین، بجو ببرینشون همم سر وضعشون رو مرتب کنین، بردنشون همونطور که دلشون میخواد. مثل این که داره درست میشه. خفه شو. ببخشید ببر میخوشم. اصلا به ریخ دیشم نمیاد جس گرفته. بری خوش بری خواهش میکنم. ماشالله جلال خالق، عجب لعبتیه این.
خوب شدم. بچون توی چه مکش مردمان شدی، شیطون تو هم خوب چیزی بودی و ما نمیدونستی. ما ایوان تو هم مثل آدم حسابی ها شدی. مگه من تا حالا آدم ناحسابی بودم؟ کوتا بیایم بابا، کوتا بیایم. مرگ خودم که ده همه شکلوها رو افاس بسید هایی رو بگیم. من اینه بطول خانوم ها؟ دیگه به من نگی بطولا. از این به بعد اسم من بکیه، اسم اینو رمزی. اوه بفرمایم بشین خانم بکیه. آقای رمزی بشین بفرمایم. من یه همچین رو تو خوابم نمیدیدم. کلک تو خیلی لبه بودی. جون من راست میگی؟ خودم ببینم یه مود به دد داده دوشیده میاده گفتی تو بسیم من بیر بخورم بود من. خب حالا دیگه دوماد شما از هر لحاظ از همه عالم سره. امیدوارم هرچه زودتر ترتیب عروسی من و لیلا رو بده. بله بله سرتا خاتون رو طلا بگیره. قربان من و لیلا کنیز خونزان شما هم. منم غلام شما هست. من میخوام کاری کنین که خود لیلا هم راضی به این امر باشه. بله. من به شما قول میدم لیلا با جون و دل حاضر با شما عروسی کنه. غیر ممکنه. من به جز احمد با هیچ کس عروسی نمی کنم. مگه همین امروز صبح خودتون به اون قول ندادین که مادرشو بیاره اینجا خواستگاری؟ آخه دخترم تو که ندیدی، نمیدونی چه ثروتی، چه قصری، چه اتاقای مجللی، چه نوکرای دست به سینه ای. از شیر مرغ و جون آدمیزاد هر چی بخوای فوری برات فراهم میکنن. آخه قارون کجا؟ احمد کجا؟ مادر، من که نمیخوام با پول و مقام و شخصیت قارون زندگی کنم. من کسی رو میخوام که دوستش داشته باشم. اون قصر مجلل، اون جاه و جلال، اون بهشتی که چشمای شما رو خیره کرده برا من حکم جهنم. و بهشت من همون اتاق ساده و بیالایش احمدی. خفه شو دختمق، دوره آخر زمان شده. حالا دیگه کارش به جایی رسیده که رو حرف ما حرف میزنه. تو باید زن قارون بشی. شماها اگه منو تیکه تیکه من بکنین زن قارون نمیشم. پولای قارون چشمای شماها رو کور کرده، عقل و انسانیت رو گرفته. واف 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 دختر سرسر زبونتو ببوس. نمیخوام. شماها چی میخوایی از جون من؟ میخوام اینقدر گریه کنم تا بمیرم. پاشو بریم یه خود. سب میخوام برم جمع میشونم. بطول خانم اجازه است با لیلا بریم یکم هوا بخوریم. منیر جون یه خورده نصیحتش کن، بلکه هم سر خونه عقل بیا. خیلی خوب بریم بریم. از دست این دختره دارم دیوونه میشه. هیچ ناراحت نباش، این کار فقط به دست حمدالله درست میشه. اون کاری میکنه که لیلا خودش به این وصلت رضایت بده. راست میگه اسمت خانم جون؟ آره، خواهر منم یه همچین گرفتاری داشت، اون براش درست کرد. الهی خدا عمرت بده. خواهر می الان بریم پیشش. بریم قربون اون دستات. وایسادی اون چادر منو بده. پاشو بریم، پاشو. من نمیخوامم، ما که خیلی وقت حرفامونو تموم کردیم. من با مادرم قرار گذاشتم فردا بیایم کارو تموم کنیم. فردا خیلی دیره احمد، من گذشته باشیم. احمد من غیر از تو این دنیا هیچ کس. اگه بخوان به زور منو به قارون بدن خودمو میکشم. ببین لیلا جون، من با دست خالی تو این کفه اعتراضو هستم. قارون و گنجشم تو اون کفه. من میترسم خدا نکرده یه وقت تو نه احمد، ثروت قارون که هیچ. اگه گنجای حضرت سلیمونم به من بدن از تو دست بر نمیدارم. لیلا جون وزنه ی عشق تو همه ی ثروت بی حساب قارون رو هیچ و پوچ میکنه. عشق من و تو مثل سپری ما رو در مقابل اتفاقات حفظ میکنه. احمد هر کاری میکنی زودتر، من خیلی دلم شور میزنه. لیلا جون زود باش، ممکنه این وقت مادرت بیاد. اگه ما رو ببینه خیلی بد میشه. شما بره خونه، من همین الان مادرم رو ور میدارم میام اونجا. برو روت هم صفر بگیر. آرزو این دوایی که بهت میدم حرف نداره. اینو به خود هر کسی که بدی تحت اختیارت قرار میگیره و هر چی که تو بخوای بدون اراده باشد انجام میگه. خلاصه مثل موم تو دستته.
قربون اون دسته، شنفته بودم که دواهای شما محشر میکنه دیگه آبجی. اما مواجه باش، این دواره به خود هر کسی که میگی نباید کوچکترین خراشی به بدنش بیافته، وگرنه بلافاصله اثرش از بین میره. خاطر جمع باشین، با این دوا داغ عروسی لیلا رو به دل احمد میذارم. بریم خواهر. آکی یواش، پولش چی میشه؟ ای به خدا مرگم. چی شد؟ پول داری خواهر؟ آره آره این داره داره. چقدر میشه آقا؟ 20 تومن قربونت برم. من 15 تومن بیشتر ندارم. بگی بگو خدا بده برکت بده. خدا برکت بده. خدا خدا خوش اومدین قربونی جفتتون. بیا خواهر. پسرم عجله نکن، بذار من خودم برم با دایی رمزون و بتول خانم صحبت کنم، بهشون میگم که اگه این کارو بکنن ممکنه باعث خونه دوتا جوون بشه. نه مادر جون، همینه که من بهت میگم. حالا را بیافت بریم بینم. خیلی خوب پسرم، من حرفی ندارم، میام. اما من صلاح نمیدونم الان بریم. حالا بریم مادر. خیلی خوب بریم، بریم ببینیم چیکار میکنیم. این رادیو هم که صداش در نمیاد. نگاه کن پدر جون، اونو بزنی درست میشه. آره همونه. آره حالا این یکی رو بزنی. آخه فایده نداره، این رادیو اصلا دیگه به درد نمیخوره. رادیو بشون نگاه کن. حالا این یکی رو بزنی. اینم این یکی. بشین چایی تو. آره همونه. آخه لیلا جون چایی تو بخور. مرسی مادر. ببین دخترم، ما که بدیه تو رو نمیخوایم. خب حالا هر کاری که خودت دلت میخواد ما همون کارو میکنیم. ناراحت نباش، چایی تو بخور. بس ببینم کیه در. بشین چایی تو بخور، من خودم میرم. نه مادر، من میرم، شما بشین. سلام. سلام لیلا خانوم، حالت خوبه؟ الحمدلله. مادرت خونه است؟ بله، بفرمایید تو. برم ببینم کیه. بچه‌اش داره میاد. بفرمایید تو، خواهش میکنم. بفرمایید تو. سلام علیکم بتول خانم. سلام دایی رمزون. سلام علیکم، بفرمایید بنشینی. خب چه عجب زینت خانم، را گم کردیم. ما هم از شما یاد گرفتیم. خوب حالت خوبه؟ ای از احوال پرسی های شما بد نیست. بفرمایید. آه نه اینجا نه، بفرمایید اون بالا. خواهش میکنم. یالا بفرمایید. چایی میل کنید؟ دست درد نکنه دخترم. این چایی یه کمی سرد شده، اجازه بدین چایی تازه دم براتون بریزم. بله تو چایی تو بخور. خب بتول خانم جون، دایی رمزون، میخوام با اجازتون یواش یواش اصل مطلب رو شروع کنم. ای با چه عجله ای دارین، چاییتون رو میل کنین اون وقت صحبت میکنین. مثل این که حالت خوب نیست. چه بابا؟ میخوای یه چای دیگه برات بریزم؟ آره بریز مادر. تو احمد دوست نداری، میخوای زن قارون بشی. بتول خانم جون، من فکر میکنم دیگه حاشیه رفتن لازم نیست. میدونی که لیلا و احمد مدت هاست همدیگه رو دوست دارن. حالا اگه اجازه بدین زودتر ترتیب کار عروسیشون رو بدین. من فکر نمیکنم همچی عشقی وجود داشته باشه. لیلا که چیزی به من نگفته. شاید عشق یه طرف است، چون احمد لیلا رو دوست داره پیش خودش خیال کرده لیلامونو دوست داره. نه خیر، میتونین از خودش بپرسین. من و لیلا همدیگه رو میپرستیم. آره لیلا جون، احمد درست میگه. نه من میخوام با قارون عروسی کنم. لیلا، لیلا میفهمی چی میگی؟ آره پس میخواستی نفهمم. خوشمزه بود نه؟ لیلا مگه تو همین الان تو گوشه نمیگفتی ما بدون هم نمیتونیم زندگی کنیم؟ برو زودتر مادر تو بیار. شاید این حرفا رو تو خواب شنیده باشی. ها ممکنه. من تا زنده هستم تو رو نمیبخشم. مادر پیرت آورد اینجا تا اسباب تمسخر دیگرانش بکنی، به گیس سفیدش بخندن. مادر، مادر به خدا من تقصیری ندارم. برو گم شو.
از فطرت بیشر. بالاخره مال دنیا جلوی چشمای تو رو گرفت. فقط میخواستی با قلب و روح من بازی کنی. من اون قلبی رو که جای آدم کثیفی مثل تو باشه در میارم پرتش میکنم دور. من که سر در نمیارم. چرا لیلا یهو عوض شد؟ خب معلومه جونم، هیچ که قارون ول نمیکنه این پسر رو به چسبه. به خدای لایزار قسم همون شیطون رجیبی که گفتن و خودتو هستی. پاشو پاشو، حالا موقع این حرفا نیست. قارون منتظر ماست، باید لیلا رو ببریم پیشش. عزیز دلم، جون جیگرم، الهی که من فدات بشم، دورت بگردم، فرشته من، ماه من. من میخوام از زبون خودت بشنفم که منو دوست داری و حاضری با هم عروسی کنی. حرف بزن دخترم، خجالت نکش. خیلی دوستت دارم قارون جونم. نمیدونم چرا وقتی تو رو میبینم همچین مثل این که جنده شدیشی، یعنی خوشت میاد. شما رو خیلی دوست داره. آره خوشم میاد، خوشش میاد. زود باش بگو کی با هم عروسی میکنی. عروسی؟ عروسی؟ زود باشی وسایل عروسی برا هم کنی. یالا بجون. بزنین عروسی قارونه، کف بزنین عروسی قارونه. قارونه آخه آقای دارونه، مجلس قارونه با گل بارونه. دل تموم مهمونا شادونه، لبونشون مثال گل خندونه. ببین چه ناز داره خوشگله، صورت نازکش چو برگ گله. گردن بلور و ساق پاش مرمری، عروس نگو والله هور و پریز. رازش بشه فرج دو زلفونت، که رازش بشه. رقصه وقت رقصه، هر کس میبینی میرقصه. جمع ماها امشب جمع گل و پروانه و شمع. جشن عروسیه یاران، وقت روبوسیه. ای دوستان شادی کنین، پا بکوبین دست بزنین. امشب قارون خوشحال میشه، خوشبخت و خوش اقبال میشه. جشن عروسیه یاران، وقت روبوسیه. از رقص ما دیدن بکن، با ما تو چرخیدن بکن. همچون بکن همچین بکن، ای رقص پا برچین بکن. آی باریکلا، میگم ماشالا. تونتر به چرخون، زود باشته یالا. با ما بیا تورا بیا، اونجا برو اینجا بیا. آی باریکلا، میگم ماشالا. اون تر به چرخون، زود باشته یالا. ستاره ببین که قارون چه یاری داره. ببین چه ماهی شده نصیبش، ماشالله بر روی دل فریبش.
دلبریم از تو شادمانم. بیا حبیبا تو هم صفا کن، به جشن قارون بیا نگاه کن. متشکرم، ممنون. انشالله که به پای هم پیر بشی. آرون دیگه برای پیر شدن جا نداری، دبودت داری که قطقی دنگا کلوی با هم شهادتمند بشن. خب این یه چیزی منم میگم بشن. خب ببرم توی آروم به من گفتش که هفته دیگه عروسی منو تو رو را بیندازی. منم از حالا دارم شکمم رو صابون میزنم. تو شکم تو صابون نمیزنی؟ میخوای با هم بری برختی؟ بذی ببینم چه چی نمیبینم. بری بذار سسکی پیلم رو بندازم بیرون. اجازه بده بذار چونم باش بذارم بذارم بشم الهی جون جون. آی بیا عزیزم بگیر بکن جون جون. قربونت بیدم. چی شد عزیزم؟ حالت خوب؟ من کجا هستم؟ مادر نجاتم بده. تو کی هستی؟ چطور من آوردی اینجا؟ چیه؟ چی شده؟ مگه دیوونه شدی؟ چرا این دفعه زد به سرت؟ چرا همچین میکنی؟ نه یا جلو این شرم پاس فطرت پیر مرد کثیف لعنتی. نه یا جلو تو چطوری من آوردی اینجا؟ از تو تا حالا من گول میزدی؟ میخواستی کلاه من برداری؟ از من پول و جواهر بگیری؟ فکر میکنی میتونی از چنگ من در بری؟ بذار من دست و پای تو رو ببوسم. تو رو خدا بیا جوون مردی کن، منو ببخش. بذار برم پیش کسی که دوستش دارم، خواهش میکنم. خفه شو، نمیخوام این حرفا رو بشنوم. خمبو در خدمت حاضرم صاحب. خمبو ببین، بدبختر از من دیگه تو این دنیا کسی هست؟ دارم دیوونه میشم، دق میکنم، میمیرم. یالا زود باش همه قدرتتو به کار بنداز، کاری کن عشق من در دل لیلا جا بگیره. خیلی متاسفم صاحب، فراهم کردن عشق و محبت یکی از اون سه کاریه که من نمیتونم انجام بدم. پس من چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ جلو نیا، همون جا وایسا. اگه بیای جلو خودمو میکشم. لازم نیست خودکشی بکنی، درست گوش کن ببین چی میگم. اگه دست از این لجاجت بر نداری، کاری میکنم که روزی صد مرتبه بمیری و زنده بشی. اگه منو تیکه تیکه من بکنی، غیر ممکنه بذارم به من دست بزنی. من از تو متنفرم، مرگ برای من بهتر از زندگی با توه. بس دیگه کمبو، از تو میخوام که این هجلگاه عشق قارون تبدیل به یک سیاه چال بشه و تا آخر عمر این حقباز در چنگ من اسیر باشه. انقدر اینجا نگرت میدارم تا بمیری و استخونات بپوس. نه قارون، من نمیمیرم. نیروی عشق احمد منو زنده نگه میداری. من از اینجا نجات پیدا میکنم و با اون عروسی میکنم. مگه دیوونه؟ اون نیروی عشق تو از بین میبرم، اون احمد تو رو میکشم. احمد احمد احمد.
یکم دوتر بچه ها بیاین تو حیات دو خنرانیه دوت باشین بیا 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 تو حیات دو خنرانیه بیا دوت باشین بدوین از این به بعد 10% به دستمزد همه شما اضافه میشه و از حالا احمد آقا معاون و سهیم در این کارخونه است. تبریک میگم. متشکرم. سلام علیکم. سلام. احمد اینجاست؟ بله خانم. میخوام ببینمش. بفرمایید. احمد. 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 مادر. تو اینجا چیکار میکنی؟ مادر جان. الان ساعت 3 بعد از نصف شبه. چند وقت تو تا این موقع شب کار میکنی؟ کم کم داری سلامتی تو از دست میدی. آخه چرا؟ برای چی انقدر کار میکنی؟ برای چی؟ پاشو پسرم، پاشو عزیزم، پاشو. مادر، میخوام انقدر کار کنم و پول در بیارم تا منم در سن 60 سالگی بتونم لیلای کسی دیگه ای رو با پول بخرم. پسرم، هنوز به فکر لیلایی؟ فراموشش کن. اینقدر از لیلا بهتر تو این شهر هستن که برای پول ارزش و اهمیتی قائل نمیشن و خودشونو به پول نمیفروشن که حساب نداره. آخه همه که یه جور نیستن. بیا بریم پسرم. بیا عزیز دلم. برو بریم. من لیلا رو برای گردش به دور دنیا فرستادم. همین دیروز هم از اون خبر داشتم که حالش خیلی خوبه. الهی خدا عمرتون بده. خب دیگه ما با اجازتون مرخص میشیم. با اجازت کجا میرین؟ چه عجله‌ای دارین؟ راستی وضع اون پسره اسمش چی بود؟ احمد. اون چطوره؟ خوربارش بالا گرفته. واش خودش آدمی شده. دم و دستگاهی به هم زده. جنسایی که تو کارخونش درست میکنه لنگه نداره. خوب که اینطور. خب رمزی جون بریم دیگه، دیر شده. مرحمت شما زیاد. یا الله. خدا حافظ. خدا. خوش اومدین. خدا حافظ. به سلامت. به راننده من بگو برسنه توشون منزل. اطاعت قربان. گمبو بله صاحب. میخوام اجناس مشابه کارخونه احمدو برام فراهم کنی. من باید اونا رو تو بازار به نصف قیمت بفروشی. قربان مواظب خودت باش. تو دیگه داری پاتو از گلیمت زیادتر دراز میکنی. هیچ معلوم هست چی داری میگی؟ مثل این که حواست سر جاش نیست. برعکس، خیلی هم حواسم سر جاش. تو دیگه از دنیا بیخبر شدی. اینقدر تو خودت فرو رفتی که از اون بالا هم غافل موندی. اونجا یه وجدان بیدار هست، کسی که شاهد و ناظر تمام اعمال و رفتار ماست. به بیرحمی ها و شقاوت تو نگاه میکنه و خاموشه. اما وای به حالت وقتی که از تو رو برگرد. اون وقتی که مرغان هوا و ماهیای دریا به حالت گریه میکنن. دهنتو ببند احمق. اگه به خاطر چند سال خدمت و وفاداریت نبود زبونتو از پس گردن بیرون میکشیدم. نمک نشناس. درست، من نمک نشناسم. زن و بچتم نمک نشناس بودن که اونا رو سالها از خودت روندی. معلوم نیست که اونا کجا هستن و با چه فلاکت و بدبختی زندگی میکنن؟ قارون، اینقدر ظلم نکن، اینقدر بیره نباد. تو از جلو چشمم دور شو که نمیخوام ببینمت. بسیار خوب.
من بیرحمم؟ نه، من میخوام انتقام بگیرم. مگه کسی به من رحم کرد؟ یه عمری رو تو بدبختی و در به دری گذروندم، همه از من رو برگردوندن. نه، مثل اینکه یادت رفته قارون بزرگ، 20 سال پیش به خاطر هوس رو نیاد زن و بچه تو از خودت روند یا با اون وضع دلخراش از خونت بیرون کردی. هیچ میدونی اون بیچاره ها کجا هستن و چی کار میکنن؟ تو دیگه کی هستی؟ من وجدانتم. بس دیگه، نمیخوام ببینمت، نمیخوام حرف بزنی، برو گم شو. رجب، داری میری؟ خدا حافظ. وایسا رجب، نرو رجب، رجب وایسا. رجب کجا داری میری؟ میرم پیش آمیرزا، اون کسی که چند سال نوکرش بودم و با نون خالی و بد خوبش ساختم. تو منو میگی؟ نه، تو قارونی، آمیرزا نیست. تو با چشمای بازت حقیقتو نمیبینی، خیال میکنی خالق عالم همه بنده هاشو فروخته و نخ و چکشمش خریده ریخته تو جیب تو، اما غافلی که این یه آزمایش. اونایی که تو چنگ تو افتادن و حسیر شهوت و طمع تو شدن همه بنده های همین خدا هست. بترس از روزی که جرقه خشم خدا دومن تو بگیره، بترس از روزی که فریاد الامان دادرسی نداشته باشی. من تنها ندارم. چی شد؟ آمیزا، ببخشید قارون، 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 بیا کمک کنید. چی شده دکتر؟ چی شده؟ یواشتر حرف بزن. چیه؟ چه خبره؟ هیچی، حالتون خوب نبود براتون دکتر آوردی. من مریض نیستم، دکتر نمیخوام. من که هنوز نمردم که شما اومدین مثل مرد خورا دورم رو گرفتین. یالا برین بیرون از خونه من، برین بیرون، برین بیرون، پاشو بره بیرون، خیر گنده. عصبانی نشو، عیبی نداره آمیزا. بگو هیچ کس حق نداره تو اتاق من بیاد. چشم، میخوام راحت باشم. اونم چشم، راحت باشم، میخوام یه دقیقه بخوابم. نه 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 بخوابم، حالا من میرم میگم هیچکی نیاد. نه 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 خمبو، آی خمبو جونم، به دادم برس، دستم به دامنت خمبو جون. به هم ثابت شد تو دنیا هیچی بهتر از سلامتی نیست. سلامتی واسه همین خواستمت، واسه همین به هم سلامتی بده. این دومین چیزیه که من نمیتونم به شما بدم، چون سلامتی دست خداست. برو گم شو. تو هم دیگه به درد من نمیخوری بابا. هری مادر، مادر احمد، چی شده پسرم؟ چه اتفاقی افتاده ها؟ مادر بیچاره شدم، نمیدونم چی کار کنم. مگه چطور شده؟ قارون به خاطر دشمنی با من هم ردیف محصولات کارخونه ما رو وارد بازار کرده، به نصف قیمت داره میفروشه. تمام مشتریامون جنسایی ما رو پس آوردن. اگه وضع همینطور پیش بره نمیتونیم تعهدات کارخونه رو بپردازیم. طلبکارا میریزن سرمون، میگیرن و میندازنمون تو زندون. آخه چرا؟ تو که به اون کاری نکرد. نمیدونم مادر، نمیدونم. عیب نداره پسرم، خدا بزرگه، توکل به خدا کن و از هیچی نترس. پاشو بذارم، پاشو. آخ مادر، خدایم
خدایا تمام مریضای اسلام رو شفا بده، درد دردمندان دوا، قرض قرضمندان را ادا، حاجت مستمندان را برآورده کن. خدایا قسمت میدم به اون امام هشتم که قفلش رو گرفتم، گره از کار تنها فرزند دلبند من واکن. میکشم! چه دارد؟ چی شد؟
الان لیلا رو خواب میدیدم که قارون اونو انداخته توی یه سیاسال میخواد بکشتش. مادر جون فکر لیلا رو از سرت بیرون کن، اون دیگه شوهر کرده. نه مادر، من باید هر طور شده انتقامم از این پیر لعنتی بگیرم. اون عشق من و زندگی من و امید من از دستم گرفت. خانم داره نابودم میکنه. من قبل از اینکه از بین برم اونو میکشم. میکشم! نه بسرم، سب کن، کجا داری میری؟ اول میکشتمت. میخوام این انگشتر لعنتی رو ازت دور کنم. اونو بندست دور. تا وقتی اون تو دست توست روز به روز زندگیت بدتر و سیاه‌تر میشه. دم به دم گناهانت بیشتر میشه. دروغگویی حرام رقمه. فکر میکنی با این حرفات میتونی منو گول بزنی؟ نه قارون، من میخوام بهت خدمت کنم. اینو میخوام ازت دور کنم. بهت همین داد نفهم. دیوونه شدی عقل تو از دست دادی. بده به من. من اونو کشتم. من اونو کشتم. تو قاتلی؟ منو کشتی؟ نه تو افریت پیر و سیاه ده. تو بیره، تو جنایتکاری. قاتل. 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 نه نه نه، خدای من، خدای من. وای خمبو، های خمبو جونم، دستم به دامنت، دارم میمیرم، یه کاری واسم بکن، وجدانم منو عذاب میده، من دست این عذاب وجدان راحت کن. صاحب، این سومین چیزیه که من نمیتونم براتون انجام بدم. پس من چیکار بکنم؟ چیکار بکنم؟ خمبو جون، ازت خواهش میکنم یه کاری برای من انجام بده، عوضش در دنیا و آخرت من غلام حلقه به گوش تو میشم. اطاعت صاحب. بیا اینو بگیر، منو بکش، از این زندگی راحتم کن. نه صاحب، آدم کشی کار من نیست، کار بعضی از شما انسان هاست که به خاطر مال و منال دنیا خونه همدیگر رو میریزین و همدیگر رو تیکه تیکه میکنین. خدا، خدای من، خدا، خدا. بیا چه خبره؟ آخ! خوزه نرمیدی بودتا! آخ!
بکشم، باید بکشمش. رجب تو زنده ای؟ جونه بره ابله، خوب به چنگم افتادی. الان مادر تو به عذاب میشونه. مادر چرا اومدی اینجا؟ چی؟ زینت پس فطرت ظالم چی از جون ما میخوای؟ 25 ساله که با بدبختی و فلاکت من و این بچه تو داریم جون میکنیم و زندگی میکنیم. ما که با تو کاری نداریم. چرا؟ چرا دست از سر ما بر نمیداری؟ چی میگه مادر؟ یعنی این پدر منه؟ آره پسرم، بیا بریم، بیا. پسر عیف کلمه پدر که من به تو بگم، تو بویی از شرافت و انسانیت نبردی. بریم مادر. بریم. صبر کن، وایسی یه دقیقه، وایسی میخوام با هاتون حرف بزنم. صبر کن جون من، نه اگه شما نمونین اون از قصه میمیره. نه ما نمیتونیم. ازتون خواهش میکنم به اون رحم کنیم همونطور که اون به ما رحم کرد. بریم مادر. نه تو رو خدا نری، من به شما احتیاج. تو قلب روح منو کشتی، من تو رو نمی بخشم. بریم مادر. بریم احمد. لیلا توی؟ مادر لیلا پس خواب من حقیقت داشت؟ احمد منو نجات بدی. لازم نیست اون تو رو نجات بدی، از شما خواهش میکنم منو نجات بدی، از این عذاب و شکنجه وجدان خلاصم کن. من به شما همه بد کردم، از کرده خودم پشیمونم. تو رو خدا منو ببخشی، عفو کن. تو قابل بخشش نیستی، تو یه روباه مکاری که هر لحظه به رنگی در میای. خدا باید تو بخشه، سزای کار تو رو اون باید بده. خدایا این چه زندگی نکبتباریه که برم درست کردی؟ جون منو بگیر و راحتم کن، من از تو مرگ میخوام، مرگ. دیگه راحتم کن، من یه اون زجر و عذاب کشیدم برای اشتباهی که کردم، زن و بچه‌مو از دست دادم، عقلمو از دست دادم. این همه عذاب دیگه کافی نیست؟ حالا که تو هم به داد من نمیرسی، خودم به داد خودم میرسم. نمیدونم به چه رویی به شما نگاه کنم. اب نداره، گذشته ها هرچی بود گذشت. بله ماهی رو هر وقت آب بگیری تازه میشه خورده. دخترم امیدوارم تو هم منو بیده باشی، تو و احمد برای هم ساخته شدیم، امیدوارم به پای هم پیر بشی. بیا پسرم، تمام اموالم به این انگشتر رو به عنوان هدیه به تو میدم، برای این انگشتر گنج گرانبهایی ها. متشکرم. ده
این کی؟ اون غلام انگوشتره، هر چی که آرزو بکنی و بخوای برای فراهم میکنه. نه پدر، من ثروت تو رو نمیخوام. من همیشه اتکا به خودم داشتم، رو پای خودم واسدم. از این به بعدم میخوام با زور بازوی خودم کار کنم و نون در بیارم. میخوام با وجدان آسوده زندگی کنم. بیا این انگشتر رو به خودت میبخشم، هر جا دلت بخواد میتونی بری. ممنونم صاحب. ای کاش همه قدرت ها دست کسانی باشه که خوب فکر میکنن تا بتونن زندگی خوب و راحتی برای خودشون و دیگران فراهم کنن. نظر به جوانمردی که نسبت به من کردین، اون چه از مال دنیا برای شما به ارمغان آوردم میگذارم و شما رو به خدا میسپارم. عشق مافوق همه و آزادی مافوق عشق. موشه؟ نگاه کن، یه جیم شد. خدا را شکر، من دیگه هیچی از مال دنیا نمیخوام، فقط از خدا میخوام که سلامتی و راحت.